میاد میگه آقا حبیب غذا میخورین؟ من میگم نه نه الان اصلا اشتها ندارم. میگه نه بخورین، خیلی ضعیف شدین نوبر. خوبم؟ آره؟ بایدونم خوبم؟ آره خوبی. مثل همیشه هم؟ بله مثل همیشه. باشه گولی چیزی نیم ببخش قلبه برعکسه. داری میاد؟ بله. داری میبینیش قیافه چطور؟ قیافه خاصی داره. ای شما چرا اومدی؟ چی؟ منظورم اینه که قرار بود غذا بیارم. گشنته؟ یک میرم غذا بیارم. شما نمیخواد؟ یعنی منظورم اینه که آخه زحمت میشه. چیکار میخوا بکنی؟ پول آماده است؟ یک کلمه جوابمو بده، آره یا نه. ببینید اتفاقا جای شما خالی، ما الان همگی دور هم هستیم داریم راجع به اجازه بدید من باهاشون گفتگو کنم. مذاکره در شرایط بحرانی یه ریزکاریه داره. اجازه بدید. با عرض سلام و خسته نباشید و وقت بخیر خدمت شما و همکارانتون، بنده دکتر محمود مهاجر، مدرس آکادمی مدیریت تکنیک‌ها و راه‌های موفقیت و کامیابی در 3 جلسه. البته قبلا دوست عزیز 7 جلسه بود، به خاطر اینکه شرایط اقتصادی مردم به هم ریخت ما کردیم 3 جلسه، ولی این بستگی به خودتون داره. اگه شرایط مالیتون خوبه همون 10 جلسه هم حتی یا خصوصی ما در خدمت هستیم. من الان افتخار هم کلام شدن با چه شخصی رو دارم؟ دنال جانم؟ میگن ادامه بدین. آها بله، شاد و پیروز باشید. ببینید بزرگوار، قبل از اینکه وارد مبحث بشیم میخواستم یک مقدمه کوتاه خدمتون عرض بکنم. به قول شاعر بزرگ که میفرماید نهال دوستی درخت درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد، نهال دشمنی برکن که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد، نهال دشمنی برکن که. ببین تا زمانی که بهتون وقت دادم اگه پول حاضر نبود اولین یادگاری رو واسه تو میفرستم. ای وای ببخشید میشه از ناخون شروع کنید لطفاً؟ اگه به ناخونه که کلشو بکنن. بس که شما همه چیو به شوخی گرفتی. قد کرد، خیالت راحت شد؟ ببخشید شما اینجا هار 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 خندیدی، من که داشتم مذاکره میکردم. شما چرا حواستون نیست؟ هر لحظه ممکنه یه بلایی سر اون دوتا بچه بیاد. بشینین درست یه فکر بکنین. بابا واقعا دوستان باید یه فکری بکنیم. بله منم موافقم، باید یه فکری بکنیم. پدر داری چیکار میکنی؟ داری فکر میکنیم بابا. اتفاقا ما 5 نفر بودیم، الان شدیم 5 به اضافه 1. شما بشین فکر کن. چشم.
مسخره میکنی؟ نه دخترم، این چه حرفیه؟ دوستان، ما الان اولین کاری که انجام میدیم اینه که مدیریت بحران کنیم. احسنت، من کاملا با شما موافقم. خب برای انجام این کار باید اول از همه یک ستاد مبارزه با بحران تشکیل بدیم. من با ایدتون موافقم، ولی آقای دکتر به نظرتون تشکیل کارگروه های تخصصی ما رو به برون رفت از این سیچویشن رهنمون نمی کنه؟ آخ! دوستمون به نکته ظریفی اشاره کرد، ولی نقدی بر این نظریه وارده. آیا تشکیل کارگروه های تخصصی منوط به دوران پیشا بحران نیست؟ قطعا هست، در حالی که ما الان در دوران پسا بحران هستیم. البته من به عقیده شما احترام میذارم، ولی اجازه بفرمایید که قانع نشم. من اجازه میدم. من هم اجازه میدم. پس حالا که اینطوره، من هم اجازه میدم. خب، با اکثریت آرا قانع نشدیم. به قول شاعر بزرگمون که میفرماید درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که نه، همیشه من حفظ بودم. ببخشید، الان شما بحران رو مدیریت کردی؟ آره دیگه دخترم، مدیریت بحران تخصص ماست. موافقه یه سلفی با هم بگیریم؟ آه، الان میخوای سلفی بگیری؟ بله، بحران مدیریت شد، الان وقت سلفی گرفته. بیا بیا شما، شما بفرمایید. یادگاری میمونه. آماده؟ اجازه بده بفرمایید. آی دکتر، آماده؟ باش خانم موکلی هم. بسته دیگه، هی این پاندور را میره، هیپنوتیز شدم. با استرس دارم، نمیفهمی؟ اینا ببر نیستن، نترس. بریدن چیه؟ اینا اصلا بیان ببرن همه چیو ببرن. آی بیا ببر رو ببر. من مشکلم بریدن نیست، من از خلف وعده، از بد قولی بدم میاد. خلف وعده چیه؟ اون خانم اون خانم مگه نگفت آقا حبیب غذا میخوری؟ الان کو؟ من چی بخورم؟ الان مسئله تو گشنگیه یا دیدن اون خانم؟ مسئله من اینه که این خانم اگه رفتارشو درست نکنه ما قطعا بعدا به مشکل میخوریم. ببین کی بهت گفتم من رو بد وای مسعود خودشه، این دفعه دیگه خودشه. قضا سلام، این چیه؟ ساندویچ. میدونم ساندویچه، این چه طرز ارائه غذاست؟ میخوای با سینی چرخدار سرو کنم برات؟ عزیز من، شما رستورانم میری؟ گارسون میاد ازت میپرسه غذا چی میل داری؟ شما هم سفارش میدی و همون گارسون میاد غذا رو تحویلت میده. دفعه بعد حتما منو میدم خدمتتون. اصلا بس من انتخاب غذا نیست، من با اون شخصی که غذا رو میاره کار دارم. شما اینو بگیرین تحویل همون کسی بدین که غذا رو میاره. اینو بده. من نمیخوام بخورم. کار منو میگم که من خورد بابا. بذار اون آدمی که ساندویچ گفت سفارش گرفتی بیاره. کار بخوره با اون شکلت. اینا دیگه غذا نمیارم، تو هم گشته میمونی، من امال خودم نمیدم بخوری. بگو بیارم. آقای چیز رفیق چیز، آقای زورگیر. نهش من میخونم. من چه جوری بخورم؟ خوش که یه نوشابه چیزی بدین، اصلا گلومون پایین نمیره. نوشابه هاشونو یاد اطراف. آفر حبیب جان نوشابه چشم تو باز با نوشابه حبیب
پاشو دیگه، من میترسم عبی. پاشو پاشو ببینم. این فیلم ها رو واسه ما بازی نکن. جناب زورگیر فیلم کدومه؟ حالش بده، بهش حمله عصبی وارد شده، فشارش پایینه. ما این بازی ها رو حفظیم. جناب زورگیر لطفا این دستشو بگیر، تنش یخه، اینو باید فوری ببریم بیمارستان. با پول ندم هیچکی از این در بیرون نمیره. میره حبیب، من میترسم چه چه درست الو. بله. خوب گوش کنیم ببینی چی میگم. یه آدرس براتون میفرستم، تا نیم ساعت دیگه باید پولو بفرستیم اونجا، وگرنه اولین عضوو براتون ارسال میکنم. خیلی معذرت میخوام جناب زورگیر، ولی ما که هنوز وقت داریم. همین که گفتم شرایط تغییر کرد. چشم دستو بکرون، دستو بکرون. چشم چیه؟ یه چیزی شده، اینا الان ترسیدن، الان وقت چونه زدنه. دقیقا، فشار از پایین برای چانه زنی از بالا. الو، الو، چی شد؟ داداش، وقتی شما سر ساعت قرار دبه میکنی یه تخفیفی هم باید بدی دیگه. هی وای، قطع کردی که نباید اینو میگفتین. دارم فکر میکنه. دارم فکر میکنم. باشه، شما به جای 7 میلیارد 5 میلیارد بدین. نصفش کنین، 3.5. خیلی خوب، ولی دیگه پایین تر نمیام. عالی شد. یه جوری میگی عالی شد، انگار 3.5 میلیارد اون گوشه جیبته. بگی بشین. نه داداش، میلیارد و بیخیال شو، ما واسه جفتشون 500 میلیون بیشتر نمیدیم. 800ش کن. 500 تمام. 700 یک قرونم پایین تر نمیام. 500. ببین داری میری رو مخم. ببین اعصابمو خورد نکن، اعصابمو خورد نکن. ببین من دیگه بیشتر از این تخفیف نمیدم، یعنی اصلا برام نمیصرفه. آقا رقم آخر ما 500ه. یعنی چی؟ یعنی ما بیشتر از 500 نمیارزیم برای شما دایی؟ همینم دارم الان زیاد میگم. بابا بابای حبیب 4 تا گاو بفروشه پولش جور میشه. البته من گاوها رو برای پسر خودم میدم. ایوا؟ پس پسر من چی؟ هیچی. ببخشید آقای نقوی، یعنی مسعود اندازه 4 تا گاو واسه شما ارزش نداره؟ خیر. یعنی چی؟ ما با هم حرف زدیم. باید بیای پایین. قیمت آخر ما 400 میلیونه. نه، بیا زیر 10 میلیون. عذر میخوام، دستتون رو میزنید صدا نره. متشکرم. من میگم که باید تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم. یعنی چی؟ اه دستتون. نه نمیخواد. اجازه بدی الان خدمت رو عرض میکنم. با عرض سلام خدمت زورگیر محترم و همکاران محترمتون، ایام به کام، شاد و پیروز باشید. درود بر شما. الو؟ الو صدای بنده رو دارین؟ بله. خواستم عرض کنم که ما اصلا اینا رو نمیخوایم. یعنی چی؟ اینا منظورتون حبیبه دیگه نه؟ اتفاقا منظورم بیشتر خود شماست مسعود جان. ناسلامتی، من دامادتونم ها، همسر دخترتون.
میدونم، ولی جلوی ضرر رو از هر جا که بگیری منفعته. شوخ طبعن بیمزن. خوب گوش کنید آقای زورگیر، من یه شماره حساب براتون میفرستم، شما تا نیم ساعت دیگه 150 میلیون تومان میریزین تو این حساب. بابا ببخشید، گروگانگیر ماییم، شما پول میگیرید؟ دیگه الان شرایط اینجوریه دیگه، اگه این کارو نکنین ما زنگ میزنیم به پلیس. به پلیس زنگ بزنید جنازه‌شون رو براتون بفرستن. ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم، جنازه هاشون هم نمیخوایم، مال خودتون همونجا دفنشون کنید. بابا چی داری میگی؟ حبسه یه آرومش کنی داری جریترشو میکنی. اجازه بدین، مرگ یه بار، شیون یه بار. بابا قرار کردی واسه چی؟ دکتر 150 میلیون کم نیست، اینقدر چاله چوله داریم به هیچ جام نمیرسه. صبر کنی، من از الان تی کرده باشم، مسعود ما دو برابر حبیب میارزه، موقعی که پولو ریختن حواستون به این باشه. شما ها یکی پدر مادر خودتونم پستون نمیگیره. حتما دست و بالشون یه مقدار تنگه، وگرنه اونا حاضر نیستن یه مو از سر ما کم بشه. پاشو پاشو تا شر نشده بریم بیرون. چی آزادی؟ اینم با خودت ببر. پاشو حبیب، پاشو پاشو. شد 7 میلیارد ریختم؟ بله 70 میلیارد. نه بابا بودو بریم. کجا بریم؟ بریم بیرون، بریم تو بطن جامعه، بریم سر خونه زندگیمون. بابا خونه زندگیمون چی؟ من تازه رسیدم. تو همین تا چند دقیقه پیش داشتی با چنگال اینجا موزاییکا رو میکردی، نقل بزنی تونل بزنی. اون فرق میکرد، اون موقع اون خانم نبود. خانم کیه؟ خواهرتونو میگه. چی؟ یه لحظه اجازه بدیم من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم. همه منو میشناسن، میدونن من قصدم ازدواجه. با شغل شما، موقعیت اجتماعی شما هم که مشکلی ندارم. شما اصلا دزدی تو بکن، گرگانگیری تو بکن، زورگیری تو بکن، قالپاق دزدی تو بکن و سایر ناهنجاری های اجتماعی. من خواهر شما اسم خواهر منو میاری؟ یه لحظه جاری جاری من از اینجا تکون نمیخوام. گفتم تا جواب بله رو نگیرم اینجا تکون نمیخوام. از چی داری فیلم میگیری؟ میخوام خانواده‌اش ببینن داریم میندازیمش بیرون، خودش نمیره دوباره شهر نشه. بیا سیم رو نمیخوام. من سالمم، اگه حبیب بیا داره اینجا خوله دوره. آقای زورگیر دورتون بگرم. آقای کشتیش، من کاری نداشتم، این شلوار من لیزه کشید اینجور. فیلمش هست. الو ترانه، حبیب دومی زورگیرم گرفت. حبیب زورگیرگیر. کاش مادرش بود و دومین زورگیرگیریش هم میدید. چیه دخترم؟ چی اینجوری میکنی؟ خب دوستان، این بحران رو هم تونستیم با مدیریت و تدبیرمون پشت سر بذاریم. تبریک عرض میکنم. تبریک عرض میکنم. تبریک هم با آقای گل، عمو جون تبریک. اجازه بدین رو بوسی. تبریک عرض میکنم.
بابا بله آقا حبیب زورگیر رو هل داده سرش خورده تو دیوار، چه ربطی به تدبیر و مدیریت شما داره؟ مدیریت همینه دیگه دخترم، اینقدر سخت نگیر. وا خب دوستان موافقین به خاطر این موفقیتمون دومین سلفی رو هم با هم بگیریم؟ بله بله, بله. آماده باشیم، موها درست، لبخند فراموش نشه. بله یک دو کاش خانم مکرینی هم بود، کاش خانم مکرینی هم بود، کاش خانم مکرینی هم بود، کاش خانم مکرینی هم بود. بیهیف شد. آره اگه خانم مکرینی بودن هم عکسا قشنگتر میشد، هم جنبه اجتماعی پیدا میکنم. ولی من پولا رو گذارم، من واسهش کلی نقشه کشیده بودم. من هم همینطور. آه بله سلام آزیه، چی شده؟ خودت خواستگارشو دیدی؟ امیری حالا ببین من با چی کار بکنم. امیری تو چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ خودتو به اون را نزن، بگو چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ تو رفتی واسه نامزد پسر من خواستگار آوردی؟ اولا من نیاوردم، ثانیا پسر شما نامزد خواهر خانم من نبوده، فقط یه صحبت مقدماتی با هم کردن. ثالثا من اصلا با وصلت پسر شما و خواهر خانم خودم مخالف بودم. مخالف بودی؟ مخالف بودم، هستم و خواهم بود. آره؟ آره. آجر پاره؟ بی تربیت. امیری درستت میکنم. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی جوجه. جرأت داری یه بار دیگه بگو. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی جوجه ماشینی. امیری امیری چیه؟ انتظارشو نداشتی نه؟ غصه من شاخ میشی. آره Oh!
بابا سلام 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 بابا تو انداختی به جون من ها؟ آره اصلا کار داره شادی رو دیگه خط بکشه چرا؟ من شما رو بکنم بابا نه داره شادی رو خط بکشه؟ آره پاپستان داره زندگی رو خط بکش نه 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 چی کار دارین میکنین؟ من چی کار میکنم؟ این یک مدت دم خونه ما بی تربیتی میکنه سیخ برام میکشه امیری خجالت بکش آقا جعفر دیگه کارد به استخونم رسیده بابا ایش بکنم خواهیش بکنم بابا ایش بکنم بس نوبت هم میشه بابا چیکار می‌کنیم؟ چه نشستی؟ ایم رنگ کن چیکارش کنم؟ چیکار؟ بیا نه نه شاد و پیروز باشی بابا رحیم 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 رنگ کن رحیم رحیم سیخ خانم چون استاده ای دست افتاده گیر توضیح جناب سرمانیه اختلاف خانوادگی بله سیخ در دست گچ بر پا مشاجره خانوادگی در خیابان یا نبرد گلادیاتورها در کلیسیوم نبرد گلادیاتورها در کلیسیوم شوخی بیمزه مصالحه دیده بوسی و اما شما معذرت ربایش انسان گروگانگیری عکس تهدید عدم اطلاع به پلیس مگه شما خبر داشتین جناب سروان تسلط و آگاهی پلیس به همه امور افزایش احتیاط تصمیمات خودسرانه عدم اتخاذ روز خوش روز خوش روز خوش بفرم سوی چی بده؟ بیش؟ مانده از تو دیگه بده بفرم بایی امیری بفرم بگم این چی شد ماجره؟ چی شد؟ نهیدی داشتم میکشتمش؟ اینجوری دیگه داداشم نمیخوای ما رو برسونی؟ تو هنوز داری میای؟ گرفتی ما رو؟ اصلا حواسم نبود الان من باید چی کار کنم؟ من کیه تو ها؟ هیشکی نه نشو نه فامیلمونی؟ من مسافر تو ها تو کیه من میشی؟ راننده
آفرین. وظیفه راننده در قبال مسافر چیه؟ اینه که سوارش کنی. نه، اون شرط لازمه ولی کافی نیست. وظیفه شما اینه که مسافر رو به مقصد برسونی، که در این مورد به خصوص مقصد صدخندانه. آفرین. الان من صدخندانم؟ اینجا صدخندانه؟ نه متاسفانه. پس وظیفت رو انجام ندادم. آفرین. خب ندیگه، ببین شما خودتون اونجا بودین، دیدین بابا ماشین رو از من گرفت. پس در نتیجه من الان ماشین نداری. راننده ایم که ماشین نداره راننده نیست. کسی هم که راننده نیست مسافر داره. ندیگه نشد نداره. ببین داداش گلم، تو ماشین داشته باشی یا نداشته باشی منو باید ببری صدخندان. یعنی الان باید بریم صدخندان؟ بله. باشه، ولی من مستقیم نمیرم، همچنین میخوام خوشخوشک برم. ببین من به اون کاراش کاری ندارم، منو ببر صدخندان. و اگه میخوای بری صدخندان که پس این کمربند تو ببن. باشه. داشت من میشین صندلی رو بدم اقا؟ آره بابا راحت باش. اشکالی نداره من تو راهی مسافر بزنم. نه بابا راحت باش. داش بیا بالا. سلام. سلام. داداش این رادیاتم روشن میکنی؟